پیچیده شده است و این مسئله مسئله کوچکی نیست. بسیاری میگویند این حرفایی که ما میزنیم، این حرفایی که شما میزنید، ما 30 سال پیش 20 سال پیش کمتر یا بیشتر زده ایم، حرف تازه ای نیست. بسیار خوب، ما ادعا نمی کنیم که این حرفا حرف تازه است، این حرفا حرفای قدیمی است، اما این که این امور به باور عمومی تبدیل شده باشد، چه کسی میتواند بگوید که تازه نیست؟ مهم این است که مردم توانستند زنگوله را به گردن گربه بیاندازند. اگر قبلا چنین نبود و صرفا ماها با همدیگه این امور را نجوا میکردیم، حالا مردم با رشادت با شجاعت دارن اینها رو فریاد میزنند و هزینه هم میپردازند و نمیترسند، عقب نمینشینند. این مسئله دستاورد بزرگی است. این نکته اول که فلواقع در کنار ابعاد مختلف این جنبش، مسئله ضد استبدادی بودن، ضد دیکتاتوری بودن، مسئله مهمی شده است. نکته دوم، ایران در کشورهای آسیایی تاریخ پرماجرای بیشتری دارد. فلواقع در اکثر موارد پیشتاز بوده است. شاید نه به دلیل ایرانی بودنمان یا افتخار به ملیتمان چنین بگوییم، می توانیم با سند و مدرک هم اینها را نشان بدهیم. اینکه اولین قانون اساسی در آسیا حداقل در ایران به تصویب می رسد، به نظرم مسئله کوچکی نیست، جای افتخار دارد. اینکه مهمترین انقلاب هایی که در منطقه اتفاق افتاده است، بالاخره چند تاش در ایران بوده است، می توان به اینها اشاره کرد و امروز به این امور را مرور خواهم کرد. اما یک سؤال بسیار جدی از خودم و از شما و از همه دارم، چون مخاطب من هم صرفاً شمای ایرانی که امروز اینجا نشسته اید نیست، به خاطر مشکلاتی که در لحاظ خفقان و سرکوب در داخل ایران داریم، می باید ما بیشتر با هموطنان داخل ایران خود سخن بگوییم و به مذاق آنها حرف بزنیم که بتوانیم این جنبش را با همدیگر پیش ببریم. و اون نکته این است که نخستین جنبشی که در این 100 و چند سال اخیر اتفاق افتاده، فلواقع جنبش مشروطه بوده، نهضت مشروطه. نهضت مشروطه یک نهضت ضد استبدادی و عدالت خواهانه بوده است. راه حلی که نظریه پردازان آن جنبش دادند رو من به خلاصه اشاره می کنم و اون سوال اصلیم رو بعد از مروری بر تمام این وقایع 100 سال اخیر با دقت بیشتری مطرح خواهم کرد. اون سوال فلواقع این است که چرا ما از این جنبش ها درس نگرفتیم؟ چرا باعث شد از همان جایی گزیده شویم که در نهضت مشروطه، در انقلاب اسلامی 1357 دقیقاً به خاطرش مبارزه کردیم؟ کدام راه را نبسته بودیم که دوباره استبدادی که از در اخراج شده بود از پنجره برگشت؟ نهضت مشروطه نهضت ضد استبدادی بود، نهضت دموکراتیک نبود، نهضت عدالت خواهانه بود، چون اون زمان دموکراسی در جامعه ما مطرح نبود. انقلاب اسلامی 1357 هم انقلاب دموکراتیک نبود. هیچ کس در اون زمان دم از دموکراسی نمیزد، نه نیروهای مسلمان که در اکثریت بودند، نه نیروهای اندکی که از ایدئولوژی های دیگر در اون زمان مبارزه میکردند. من خودم اون رو به یاد دارم، دموکراسی در اون زمان حداقل به عنوان شعارهای اصلی انقلاب مطرح نبود. آزادی بود، عدالت بود، استقلال بود، اما دموکراسی نبود. اما در هر دو واقع استبداد بود و مسئله اصلی مردم مخالفت با استبداد بود. خب برگردیم، این سوال این است که اگر در نهضت مشروطه ما کوشش کردیم با نوشتن یک قانون اساسی استبداد را از ایران اخراج بکنیم و اگر در انقلاب اسلامی باز کوشش شد بار دوم برای اخراج استبداد برنامه ریزی کنیم، چه اتفاقی افتاد؟ پدران ما نسل قبلی کجا اشتباه کرده بودند که دوباره
استبداد با لباس دیگر، با شکل دیگر و با عمق بیشتری در ایران سیطره پیدا کرد. اگر ما این درس رو نخوانیم با هم دیگر، من فکر میکنم مورد سومی هم در پیش خواهیم داشت، دوباره از همان سوراخ گزیده خواهیم شد. پس اجازه بدید مرور بکنیم چه اتفاقی افتاد، نسل گذشته ما کجا را اشتباه کرده بود. برای من بسیار تلخ بود، استاد من آیت الله العظمای منتظری توی همین آخرین بیانیش میگه من از مردم عذر میخواهم، آن چیزی را که ما فکر میکردیم چیز دیگری از آب در آمد. خب این یکی از رهبران مورد اعتماد این مردم است که در همین تظاهرات هم به نفع شعار دادن و من بارها با ایشون هم بحث کردم که چه اشکالی، شما چگونه قانون اساسی را نوشتید یا کجا را اشتباه کردید که الان ما با این بلیه استبداد دینی مواجه هستیم. پس مسئله کوچکی نیست و در این هیاهوهایی که بعد از انتخابات هم پیش آمده ما کمتر فرصت تأمل در این نکات اساسی رو داشتیم، یعنی سوراخ‌هایی که از آن گزیده شده ایم و احتمالاً ممکن است دوباره گزیده شویم. در نهضت مشروطه که بحث استبداد قاجار مطرح بود، علما و نظریه پردازان مشروطه دو راه حل را به عنوان مخالفت با استبداد و سد کردن راه استبداد مطرح کردند. این دو راه حل عبارت بود از یکی اینکه کشور باید قانون داشته باشد، همه امور باید در چارچوب قانون اداره شود، هیچ مقام فوق قانونی وجود نباید داشته باشد و قانون را اون زمان به نام نظامنامه می گفتند حتی شاه هم می باید حدود اختیاراتش در همین قانون مشخص شده باشد، همه امور اقتصادی می باید ترکیبش در همین قانون مشخص شده باشد، هیچ چیز فارغ از قانون نیست. بالواقع با مقید کردن امور به قانون بنا داشتند که کشور را به نحوی سالم سازی کنند. و راه دوم نظارت ملت بر دولت بود، یعنی اینکه ما نهادهای نظارتی قوی بسازیم که دولت را، حکومت را در اتاق شیشه‌ای بگذاریم، دولت را پاسخگو کنیم و دولت موظف به جواب گفتن به مردم باشد و اینکه به تک تک مردم نمیتواند پاسخگو باشد اما میتواند به نمایندگان مردم پاسخگو باشد. بنابراین نهاد نظارتی مثل مجلس شورای ملی در آن زمان نسبت به دولت قوه مجریه پیشبینی شد، و یا نهادهای نظارتی عمومی و مدنی مانند مطبوعات پیشبینی شد به عنوان رکن چهارم مشروطه در اون زمان، که اینها هم بتوانند آزادانه از حکومت انتقاد بکنند و هم آزادی بیان داشته باشند هم آزادی پس از بیان. این نکات رو میتوانید در آثار رهبران مشروطه خواه به وفور پیدا کنید. یکی از کتاب‌های خوبی که در این زمینه قابل مراجعه هست تنبیه الامه، متعلق به میرزای نائینی است، تنبیه الامه و تنزیه الملت، یکی از علمای مشروطه خواه. با همین صراحتی که ذکر کردم این دو نکته را به عنوان راه حل مقابله با استبداد در اون زمان مطرح کرده و مهمتر از آن در همین کتاب مختصر آمده، کتاب به زبان فارسی است، نوشته است که استبداد انواع مختلف دارد. یکی از انواع استبداد که بدترین و خطرناکترین نوع آن هم هست، فصل پنجم همین کتاب، استبداد دینی است. یعنی این که استبداد لباس دیانت به تن کند و به عنوان حکم الهی وارد زندگی خصوصی مردم شود و اوامر و نواهی خود را به نام دین غالب کند. چرا خطرناکتر است؟ نائینی می نویسد به خاطر این که در استبداد غیر دینی مردم حداقل ملجأ و مأوایی به نام عالمان دین دارند که برن از اونها شکایت کنند. اما اگر الان خود عالمان، خود روحانیون به عنوان مستبدین بر سریر قدرت بنشینند، در اون زمان مردم به کی شکایت ببرند؟